خب این هریتنس چیست؟ شما وقتی که میخواد یه کلاسی رو بسازید از روش مشتق بشه یا اصطلاحاً ارث بری بکنه، ما بحث اینهریتنس رو داریم. اینهریتنس یعنی چی؟ خودش هم داره میگه وقتی که کلاسی رو میخواد از شما مشتق بشه، ما اصطلاحاً میگیم چه اتفاقی افتاده؟ ارث بری اومده، اتفاق افتاده. میگه کلاس های چایلد یا چایلد کلاس ها اینهریت میکنن، ارث میبرن از، دقت بکن، از پراپرتی های پابلیک و پروتکتد. تا حالا پروتکتد کار نکرده، میخوام در مورد صحبت بکنیم. همینطور متد ها هم به همین صورت هستش، میتونن از کلاس پدر که همون کلاس چایلد رو الان داریم میگیم، کلاس در واقع از کلاس پدر میتونن اکسس مودیفایرهاشون که متد هایی که اکسس مودیفایرشون پابلیک و پروتکتد هستش میتونن ارث بری داشته باشن. اینا که گفتم یعنی چی؟ حالا میخوام در موردش صحبت بکنم. خب این هریتنس اصطلاحاً یعنی چی هستن؟ نگاه کنید، شما دلیلی نداره که بیای برای یک پروژه‌تون همه موارد رو یک سره تکرار بکنید. یعنی چی؟ میخوام اینجا در مورد صحبت بکنم. فرض کن شما یه پروژه بزرگی داری، مثلا این جدول اسلایدرت، یه دونه دیگه داری، یه جدول دیگه داری، این میشه جدول پروداکتت، یه جدول دیگه داریم پست هستش. یه جدول دیگه داریم مثلا یوزر هستش. همه اینا عکس دارن. خب همه اینا عکس دارن دیگه. مگه میشه مثلا محصول عکس نداشته باشه، یا پست عکس نداشته باشه، یا یوزر مثلا عکس نداشته باشه، یا اسلایدر عکس نداشته باشه؟ خب همشون یه مقداری به نام ایمیج رو تو دل خودشون دارن. حالا توی لاراول مثلا همچین کاری شما بخواید بکنید، اصطلاحش میگن پلیمورف یا چند ریختی یا دگردیسی. حالا پلیمورف هم بهش میرسیم توی شیگرایی. خب من اینجا چه اتفاقی میفته؟ آقا اینا همشون ایمیج دارن. خب شما میایید میرید توی کلاسایی که اینجا درست میکنید، برای هر کدومشون باید یه دونه آپلود ایمیج بنویسید دیگه، درسته؟ برای هر کدوم، یعنی اینجا من باید یه دونه توی این کلاسه بیام یه آپلود ایمیج بنویسم، برای اینم باید یه دونه آپلود ایمیج بنویسم، برای اینم همینطور، برای اینم همینطور. خب چه کاریه؟ من برای چی بیام کد رو اضافه بنویسم؟ برای چی بیام کد جنریت بکنیم؟ این رو میایم به عنوان یک کلاس در نظر میگیریم، به طور مثال به نام ایمیج، و میگیم چیکار میکنم بچه ها این ازش؟ میگیم تک تک اینا ازش ارث ببرن، تک تک این موارد. حالا تو پروژه ها مینویسیم متوجه میشه، تک تک این موارد رو میگیم چیکار کنن از ایشون ارث ببرن، ارث در موقع ببرن. در واقع اگر این جداولی که اینجا وجود دارن بیان از این گزینه ارث ببرن، از این کلاس ارث ببرن، به تمام پراپرتی ها و متد هایی که در واقع اکسس مودیفایرشون از نوع، طبق اون چیزی که اونجا گفتم، از نوع پابلیک و پروتکتد هست دسترسی دارن. پس این کلاس ایمیج که شما دارید میبینید، به جای اینکه من بیام اینجا ایمیج براش رو تک تکش رو قرار بدم، یه دونه کلاس ایمیج درست میکنم، میگم تک تک این اسلایدر، پروداکت، پست، یوزر، همه بیان از این کلاس ایمیج ارث ببرن. خب شما چه موقعی میتونی از این مواردی که تو این کلاس ایمیج هستش ارث ببری؟ وقتی که پراپرتی و متدهایی که داخلش هستن همه به صورت اکسس مودیفایرشون به صورت پابلیک و پروتکتد باشه. خب یه ذره مفهوم ارث بری رو راحت‌تر توضیح بدیم. این ارث بری توی تمام دنیا هست، یعنی شما غیر ممکنه که مثلا یه چیزی برام ارث بری رو توی دنیا درک نکرده باشه. خب اگه نگاه بکنید ساختار همه ماشین‌ها یه جوره، همه‌شون در واقع یه بدنه‌ای دارن و 4 تا چرخ دارن، حالا دیگه من بهتر از این نمیتونم بکشم، و به این شکل هست. این اصلا شبیه ماشین نیست، ولی حالا شما ماشین در نظر بگیرید. خب اگه دقت بکنی همشون چرخ رو دارن، در رو دارن، بدنه رو دارن، چراغ رو دارن. خب همشون این مقادیر رو دارن. اینا میتونن به صورت جداگانه باشن و توی تمام برندهای مختلف بیان
استفاده بشه. یا یه نمونه دیگه، مثلا من میتونم چرخ رو بکشم، یه چرخ دارم، آقا این چرخه، خب یه چرخ، حالا اگه ما اینجا اینا رو وصل بکنیم، فرض کن اینا مثلا مقداری که شما دارید، این چرخ تو کجاها میتونه استفاده بشه؟ میتونه توی ماشین استفاده بشه، میتونه توی در واقع دوچرخه استفاده بشه، میتونه توی مثلا کالسکه استفاده بشه، میتونه تو همه جایی که ما فکرشو میکنیم این چرخ بیاد استفاده بشه. اولا من میتونم یه کلاسی داشته باشم به نام چرخ و همه این کلاس ها مثل کار، مثل دوچرخه، مثل کالسکه و و و و از این استفاده بکنم و تو کارشون بیان ایشون رو در واقع چیکارش بکنن، بیان از متد ها و پراپرتی هایی که داخلش هستش به نفع کار خودشون استفاده بکنن. یا نمونه بارز در واقع بیایم در مورد اینهریتنس یا ارث بری بخوام صحبت بکنیم، انسان ها اگه فرض کنیم ایشون یه مرد باشه، حالا ایشون هم یه خانم باشه، تلفیق این دوتا دیگه، حالا هممون دیگه، همه انسان ها دیگه، از ترکیب این دوتا میان چه اتفاقی میفته؟ در تو اصلا الگوریتم هوش مصنوعی هم هست، میاد یه انسانی در واقع جنریت میشه دیگه. خب این انسانی که شما دارید اینجا میبینی که استران درایو شده یا مشتق شده، تلفیق این دوتا یه سری خصوصیت رو از این گرفته، یه سری خصوصیت رو از این، یعنی شما میتونید اینها رو چی در نظر بگیری؟ کلاس های جداگانه که این فرزندی که دارید میبینید اومده یه سری خصوصیات خیلی خوب رو از پدرش گرفته، یه سری خصوصیات خیلی خوب رو از مادرش، بعدم نمیدونستید حالا بعد نیستش توی الگوریتم‌های هوش مصنوعی ما یه اصطلاحی داریم میگیم که فرزند که میخواد بیا، حالا تو الگوریتم جی ای در واقع ژنتیک پی اس او فرقی نداره، مواردی که وجود داره اصطلاحا وقتی که میخوای بیای توده جمعیتی جنریت بکنی، میگیم فرزندان میان بهترینای پدر مادرشون رو میگیره، توی انسان هم همین شکلیه، فرقی نداره، یعنی من شمایی که در واقع اومدیم از پدر و مادر در واقع اومدن ما در واقع ساخته شدیم از طریق اونها، حالا ساخته شدن که از طریق در واقع خداونده، ولی حالا گیریم داریم میگیم که از لحاظ فیزیولوژی میاد خروجی پیدا میکنه، بهترین های اونها رو میگیره میشه فرزند. این هم همینطور میتونی در واقع توی شیگراییتون تو قسمت اینهریتنسش میتونید این قضیه رو پیاده شما بکنید. خب بیا ببینیم چه جوریه واقعا بحث اینهریتنس یا بحث ارث‌وری به چه صورت میتونه باشه و من چه جوری میتونم پیادهش بکنم. خب کلمات کلیدیش رو شروع کنیم یاد گرفتن. اینهریتنس توی تمام زبان‌های برنامه‌نویسی وجود داره، اصلا شیگرایی به وجود اومد که بحث اینهریتنس یا ارث‌وری بیاد کار رو انجام بده، تو همه زبان‌ها هست، تو زبان‌ها مختلف هستش در واقع استفاده کردن ازش، ولی خب تلفیق یا در واقع ترکیبشون همیشه به یه شکل هستش و فرقی نمی‌کنه. خب میام تو این قسمت، فرض کنید من یک کلاسی دارم به نام هیومن، این همه انسان‌ها، خب طبیعتاً همه انسان‌ها غیر ممکنه اسم نداشته باشن، یعنی شما وقتی به دنیا میایید اولین چیزی که برای در واقع میاد شناسنامه میخواد تعیین بشه این هستش که آقا این باید اسم داشته باشه، فرض کنم میام میگم پرایوت و دالر فرست نیم، آقا یه اسم داره من خودم، خب میگیم یه پرایوت یه دالر در واقع لاست نیم، خب حالا فادر نیم رو هم میتونید در نظر بگیرید، فادر نیم، خب این سه تا مقدار رو ما در نظر گرفتیم، اینجا فرست نیم، لاست نیم، فادر نیم، حالا میتونید از کانستراکتورن استفاده بکنید، حالا مراتب رو بریم جلوتر در موردش صحبت بکنیم. خب میام اینجا یه پابلیک فانکشن مثلا می نویسم فول دیتا، یه همچین چیزی رو قرار میدیم و این رو شما میتونید در واقع از طریق ستار گتر بیاد مقدار دهی بکنید و یا اینکه این باشه پابلیک باشه بتونید مقدار دهیش بکنید، یا اینکه حالا اینجا فرض کنید من اصلا میخوام این رو به صورت پرایوت بذارم و نمیخوام کانستراکتور اینا استفاده بکنم و میخوام یه کلاسی باشه که این کلاس اصلی باشه و همه کلاس هایی که توی
در واقع حالا فرض کنید توی یه دونه ساختار آموزشی هستش، بیان از ایشون ارث بری بکنن. نگاه کن چه جوری، نگاه کن وقتی که شما میخواهید بیاید یک مثلا فرض کنید قرار ازش که ما سامانه مثلا دانشگاه شریف رو طراحی بکنیم، خب سامانه دانشگاه شریف اومده گفته که آقا من یه کلاس مثلا شما درست کن به نام یومن. خب یومن چی داره؟ مثلا فرست نیم داره، لاست نیم داره، فادر نیم داره. خب حالا این رو به همه کلاس های زیر مجموعه یه کاری کن بیان ازش استفاده کنن. خب مثل چی؟ مثلا من یه کلاس دارم به نام چی؟ امپلوی، کارمندان. و کارمنده ها حتما اسم و نام فامیل نام پدر دارن دیگه، من میتونم توی کارم توی امپلویم بیام از اینا استفاده بکنم. خب امپلویم کارمنده ها حتما اینا رو دارن. خب مثلا بعدی دانشجوان، دانشجوان همه اینا رو دارن، student. خب دیگه اساتید، اساتید هم همین قضیه دارن، اساتید هم بالاخره نام، نام خانوادگی و نام پدر دارن. و مثلا می نویسیم تیچر، همون تیچر مثل پروفسور دیگه نمیست و موارد های دیگه، یعنی همین جوری مثلا بیاد بره مقادیر های دیگه بیاد قرار بشه. یعنی شما میای یه کلاس هیومن درست میکنی و همه این کلاس هایی که اینجا وجود دارن میان چیکار میکنن؟ از این مقدار ارث بری میکنن توی کارش، نمیام علکی کد اضافه بنویسیم. حالا حسابشو بکن، من بیام توی امپلوییم برگردم بگم آقا فرست نیم لاست نیم نام در واقع فادر، تو استیودنت برگردم میگم فرست نیم لاست نیم نام پدر، تیچر هم همینطور. همه این کلاسایی که در واقع اینجا وجود داره که قرار ازش باش در واقع ما میام اپلیکیشن رو بنویسیم، همه‌شون سه تا پراپرتی و حالا مثلا متد، کانستراکتور و و و همه مواردی که داخلش هستش رو من همه رو بیام اینجا قرار بدم. خب کار اشتباه دارید شما میکنید اگه بیاید این مدلی انجامش بدید. میام یه کلاس جداگونه تعریف میکنیم، برمیگردیم که آقا بیاید شما از این کلاس چیکار کنید؟ ارث بری کنید. خب ارث بری بریم به چه شکل هستش؟ به طور مثلا من اینجا می‌نویسم return، می‌نویسم my name is مثلا یه همچین چیزی، dollar this و first name، father name now first name و and my مثلا last name is dollar this مثلا last name و and my مثلا father name is dollar this father name. خب این هم درست کردیم. میام اینجا یه کلاس میسازم دقیقا مثلا به نام پرسن، شخص. میخوام مواردی که اینجا هستش تو این کلاس هستش بیام استفاده بکنم. خب کلمه کلیدی extends، extend یعنی چی؟ بیا و ارث ببر از چی؟ human. من میخوام از human ارث ببرم. خب میام اینجا برمیگردم میام private و پرسن مثلا age هم داره، پرایویت بذار پرسن نرسی بذار استیودنت، مثلا آدرس هم داره همین. خب الان من میخوام بیام چیکار کنم؟ برگردم بگم که پابلیک فانکشن مثلا اینفو اینفورمیشنش. خب بیام اینجا و میخوام اکستند کنم از هیومن دیگه، اکسنت که کردم میخوام دسترسی پیدا کنم به این مقادیری که اینجا هستش، اینفورمیشن این دانشجو رو من به طرف بیا در واقع از روی این استودنت که بیان آبجکت بسازن و بتونم در واقع در اختیار کامپیوتر بذارم و کامپیوتر مثلا داشته باشه و بیاد پرینت بکنم و مثلا بدم دست دانشجو یا مثلا دست حالا آموزش. خب من میام اینجا برمیگردم میگم ریترن دالر دیس میذارم. خب فقط به فول دیتا دسترسی دارم، فقط و فقط به فول دیتا. خب فول دیتا کجاست؟ اینجاست، چون از نوع پابلیک هستش. گفتیم عناصری که شما در واقع کلاستون اگر بیان پابلیک یا پروتکتد باشند میتونه کلاسه که در واقع چایلد هستش، ایشون میشه کلاس چایلد، اومده ارث برده از کلاس پرنت که مثلا در واقع هیومن هستش، فقط و فقط میتونه به پراپرتی و متدهایی که داخله کلاس هیومن هستن که از نوع پابلیک یا پروتکتد هستن دسترسی داشته باشه. خب الان عملا من دسترسی ندارم، چیکار کنم؟ میخوام امنیتم حفظ کنم. خب اگه پرایوت رو بکنید پروتکتد
چه اتفاقی میفته؟ پروتکتد رو ما به خاطر همین ازش استفاده میکنیم توی ارث برید. پروتکتد که میاد شما انجامش میدید یعنی چی؟ یعنی شما اگر بیاید از روی کلاس هیومن بسازید هیچ وقت به پراپرتی هاش دسترسی نخواهید داشت. خب میام تست میکنم. میام اینجا میسم TA new human و برمیگردم میگم دالر TA و اینجا میبینید فقط و فقط به فول دیتا دسترسی داره. عملا به پراپرتی ها دسترسی نداره. پس پروتکتد شبیه به همون پرایوت هستش برای وقتی که میاد از روی کلاس هیومن شی میسازید، ولی نه فرقی داره. کلاسی که میاد از روی هیومن مشتق میشه یا ارث میبره دسترسی خواهد داشت. الان من کنترل اسپیس بزنم ببینید به فرست نیم دسترسی داره. من میتونم برگردم بگم که خب اینجا بیام بنویسم my name is dot دوباره برگردم یا and مثلا and my last name is مثلا dollar this dot last name و برگردم کانکت بکنم and my مثلا father name is dollar this در واقع father name و and مثلا my age is و this مقدار age رو که اینجا شما دارید میبینید مال خودمه age مال خودمه و dot and my address is خب dot dollar this مقدار چی؟ در واقع آدرس. فقط یه مشکلی هستش اینجا این پرایوته، اینا هم که پروتکتدن، یعنی عملا از روش بسازی بهشون دسترسی ندارم. من اینا رو باید چیکار بکنم؟ خب اینا رو باید مقدار دهی بکنم. چه جوری؟ گتر ستر. میتونید در واقع از گتر ستر استفاده کنید یا من بیام اینجا یه پابلیک هم نوشته نوشته الان من عادتی فانکشن اصلا میسیم set all پراپرتی یه همچه چیزی رو بذاریم راحت میتونید اینجا یاد بگید که first name مثلا last name father name dollar age و dollar address میاد چه اتفاقی میفته this که بزنید ببینید دسترسی دارید هیچ مشکلی نداره dollar this مقدار last name مقدار last name و dollar this مقدار father name و dollar this مقدار age و age رو بهش میدیم و مقدار dollar this مقدار address مقدار دلار آدرس. خب من میتونم از گتر ستر استفاده بکنم، ولی خب حالا گتر ستر رو فعلا بیخیال میشیم. میام اینجا فرض کنیم تی ای نیو استودنت. خب کانستراکتور هم که استفاده نکردم، کانستراکتور بعد از این مرحله در موردش شروع میکنیم صحبت کردن. خب کافی ازش من میستم تی ای و مقدار رو اینجا ست آل پراپرتی داره، میتونید مقدار بدید ست آل پراپرتی مقدار مثلا تورنج مقدار آرمین مقدار مثلا علی و مثلا 33 و تهران یه همچه چیزی. خب چه اتفاقی افتاد؟ نگاه کنید اینها اصلا برای این کلاس هیومن هستن، ولی من تونستم در واقع از طریق set all property اینها رو مقدار دهی بکنم. حالا بیام اینجا بنویسم echo dollar ta مقدار full data ببخشید info چرا full data اینفو هم داریم دیگه. خب اینفو چیکار میکنه؟ میاد برای من کل این دیتا ها رو برمیگرده. ببینید قشنگ اومد برای من برگردون. منهای این که شما میتونید چیکار کنید؟ در واقع به متد کی دسترسی دارید؟ فول دیتا. فول دیتا برای کدومه؟ متدی هستش که اینجا هستش. پس متدهایی که از نوع پابلیک یا پروتکتد و پراپرتی هایی که از نوع پابلیک و پروتکتد هستن، گفتیم پروتکتد چیه قضیهش؟ وقتی که شما میاد از روی اون شی میسازید عملا به متد و پراپرتی های پروتکتد دسترسی ندارید، ولی پروتکتد که میذارید چه اتفاقی میفته؟ کلاس هایی که میان از روش ارث میبرند، کلاس هایی که میان از روی هیومن به طور مثال ارث میبرند به پراپرتی و متد هایی که از نوع پروتکتد پروتکتد هستن، دیگه زبونم نمیشه پروتکتد هستن
دسترسی خواهند شما، شما میتونید مقدار ریش بکنید و این صورت ازش استفاده بکنید. الان من میام فول دیتا رو بذارم، میام برام یه مقدار چی برمیگردونه، مقدار در واقع فول دیتا. خب به این شکل تی ای و مقدار رو به این صورت برگردونه برام. خب به این شکل. سوال اگر سوال دارید بپرسید.